در آغاز سرخط خبرها. رونق زراعت در هرات. رئیس زراعت میگوید رشد زراعت و دامداری در سال جاری چشمگیر بوده است. نزدیک به 2000 جری باغای جدید تأسیس میوه و پستک داشتیم که از آدرس پروژه و برنامه اداره زراعت تطبیق شده. علاقه‌مندی زنان هراتی به رانندگی. با وجود چالش‌های اجتماعی، آمار متقاضیان اخذ جواز رانندگی افزایش یافته است. بخش خانوما تقریبا نسبت به سالهای قبل بیشتر شده، شغل علاقه زیادی دارند. آغاز عملیات نظامی در فرا. پلیس میگوید این عملیات به هدف سرکوب و پاکسازی دشمن از ولسوالی ها راه اندازی شده است. اظهارات تازه در مورد سربازان خارجی. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به حضور نظامیش در افغانستان ادامه میدهد. و خبر دیگر این که نخست وزیر ژاپن از ایران خواست تا به تمامی تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد. ما از ایران میخواهیم که نقش سازنده و مهم برای استقرار صلح در منطقه خاورمیانه بازی کند. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ولسوال نامنهاد پیکارجویان طالب در ولسوالی پشتکوه ولایت هرات کشته شد. فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده که ملا سیف الله ولسوال نامنهاد پیکارجویان طالب برای ولسوالی پشتکوه هرات که صبح امروز با افرادش قصد حمله به پاسگاه امنیتی کاروانگاه در مسیر راه شندند هرات را داشت از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است. گفته شده که در این درگیری به شمول ملا سیف الدین یک نفر دیگر از پیکارجویان طالب کشته و دو نفر نیز زخمی شدند. پلیس هرات تایید می کند که در این درگیری یک نفر از سربازان پلیس نیز کشته شده است. شورای ولایتی هرات از افزایش فساد در دوره حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون فساد در کشور افزایش داشته است. آقای علیزایی حکومت را متهم به ضعف در امر مبارزه با فساد اداری میکند. رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که در صورت مبارزه با فساد اداری تحقق مییابد که یک تیم با صلاحیت در ولایات ایجاد و با فساد پیشگان برخورد قانونی شود. خب چیز وضعی که از شروع حکومت وحدت ملی فساد روز به روز بیشتر شده و با فساد مبارزه نشده، آنچه در مبارزه با فساد شعار بوده ولی عملی کار نشده. نیاز است در هر ولایت یک تیم اساسی پرقوت با صلاحیت از خود لوی سارنوالی، ریاست امنیت عمومی ملی و خود وزارت داخله یک تیم باشه که با مرجع دیگه هیچ ارتباط نشه، سرعت مستقیم داشته. اون روز است که اونا با جدیت قاطعیت میتونه مرزه کنه، اما زمانی که اینا تیم خود تا تکمیل کنه یک روز طول میکشه. بعد از اون که فسادی هم که موضوعی که پلان و برنامه هم داره اینا در کار خود ناکام بودن. ریاست زراعت هرات از افزایش محصولات زراعتی در سال جاری خبر داد. این ریاست همچنان اعلام کرده که کار ساخت و ساز کشتارگاه هرات در آستانه تکمیل شدن است و قرار است در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده شود. مسئولان ریاست زراعت هرات میگویند که برنامه‌های انکشافی در راستای رشد زراعت و دامداری در این ولایت در سال جاری رونق خوبی داشته است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات در یک نشست خبری گفته است که در سال مالی گذشته به ارزش 500 میلیون افغانی شماری از پروژه‌های زراعتی و دامداری در این ولایت تطبیق شده است. آقای رحمانی همچنان از کار ساخت و ساز اینستیتوت زعفران افغانستان و کشتارگاه هرات یادآوری کرده است. با گفته آقای رحمانی کار ساخت کشتارگاه هرات در آستانه بهره برداری قرار دارد.
طوری که به جریان هستند در طول همین سال مالی سنگ تعداب انستیتیوت زعفران افغانستان در ولایت هرات گذاشته شد که یگانه انستیتیوت زعفران کشور می باشه و 45% کار از پیش رفته که انشاءالله سال آینده بر اساس امو تایم تیبل است که جوال کاری شاید افتتاحی از انستیتیوت به سطح کشور خواهد بودیم. موضوع مسلخ و نبود مسلخ در ولایت هرات یک از نگرانی های بزرگ همیشه بود و است و کار مسلخ بزرگ هرات حدود 95% پیش رفته انشاءالله در امی یک یا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد. در امین حال اداره مالی هرات اعلان کرده است که با بهره برداری کشتارگاه جدید استفاده از کشتارگاه های غیر معیاری در این شهر ممنوع خواهد شد. با بهره برداری از این مسلخ دیگه بهانه نمیمونه که افراد به گونه انفرادی و یا به گونه غیر معیاری اقدام به کشتار مواشی بکنن. تنها مشکل ما نبوده یک مکان معیاری بود. قبلا توسط سکتور خصوصی یک کشتارگاه ساخته شده بود که او هم بعضی مشکلات خود داشت، یعنی فاصله که از شهر داشت، محیط و منطقه که او ساخته شده بود فاصله داشت و این سبب شده بود که مشکل بود برای مالداران تا مواشی خود به اونجا انتقال بدن و اقدام به ذبح بکنن. اما در این چون هم شهران سیک است، هم به محیط مناسبی هست و خدمات دولتی ایران میشه، این میتونه خیلی از مشکلات حل بشه. در کنار این برخی انتقادها از کندکاری ساخت و ساز کشتارگاه هرات نیز وجود دارد. غلام‌علی باشمی عضو شورای ولایتی هرات در این مورد میگوید قراره که مسلخ از طریق بانک انکشاف سی‌ای یا ای‌دی‌بی ساخته بشه در غرب ولایت هرات. متاسفانه مدت چند وقت کار از جریان داره، من نمیفهم علل و علت چیه، یا علاقه مندی خود ایدیبی بانک انکشاف اسیای کمتره، یا مشکلات در خود روند قرارداد یا کمپنی یا شرکتی که کار میکنه وجود داره. ما شاهد از اینیم که همیشه میبینیم که کار از این به شکل اساسی و درست پیگیری نمیشه و ما منتظر نتایج نمو افتتاحی از این مسلخ هست. شایان ذکر است که این کشتارگاه روزانه ظرفیت ذبح 1500 گوسفند و نزدیک به 500 گاو را خواهد داشت. علاوه بر این ریاست زراعت در حاشیه این نشست همچنان از رونق ماهی پروری در این ولایت خبر داده است. رئیس زراعت هرات میگوید که قرار است 20 فرم جدید ماهی پروری نیز در این ولایت ایجاد شود. به ارتباط موضوع تولید ماهی بخصوص در ولایت هرات شاید از این هستیم که یک سکتور جدید می باشه، مانند زنبورداری که تازه در حال توسعه می باشه. قبلا ما نزدیک به 15 فرم تولید ماهی داشتیم و 20 فرم جدید هم که قرار تاسیس بشه و این میتونه یک آغاز کاری باشه برای توسعه صنعت ماهی پروری در ولایت هرات و همچنین به خاطر بهبود تغذیه، به خاطر اهمیتی که گوشت ماهی داره. ریاست زراعت هرات در حالی از رونق زراعت و دامداری در این ولایت خبر می‌دهد که بر اساس تازه ترین گزارش ها زعفران افغانستان با عنوان با کیفیت ترین زعفران در جهان معرفی شده است. مسئولان امنیتی ولایت هرات از کشف و ضبط نزدیک به 9000 تن مواد اولیه کیمیایی برای تولید مواد مخدر خبر دادند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات تصریح کرده است که 8430 لیتر مواد کیمیایی مایع در ولسوالی گذره این ولایت کشف شده است. شایان ذکر است در پیوند با قاچاق این هجوم مواد کیمیایی دو نفر توسط پلیس هرات بازداشت شدند و بازجویی از این افراد ادامه دارد. اداره ترافیک هرات اعلام کرده که میزان علاقمندی زنان به رانندگی در هرات افزایش یافته است. به گفته مسئولان اداره ترافیک هرات، زنان در سال جاری در تناسب به سالهای قبل بیشتر جواز رانندگی دریافت کردند. در کنار این مدیریت ترافیک هرات همچنین می‌افزاید زنان علاقه زیادی به فراگیری فن رانندگی دارند و از این فرصت‌ها به خوبی استفاده می‌کنند. مسئولان مراکز آموزش رانندگی در هرات می‌گویند طی سال روان میزان علاقه‌مندی زنان به رانندگی در این ولایت افزایش یافته است. بخش خانوما تقریبا نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده، شوق و علاقه زیادی دارند، فرهنگ شهرنشینی میخوان بالا ببرن
و فرق میخواهند که بین مرد و زن نداشته باشند. نسبت به سالهای قبل تعداد از اینا زیاد شده که اعمال ما روزانه چندین صنف داریم، حتی نیمی صنف که شما امروز اینجا تشریف آوردین، تعداد از اینا روزهای اول که با ما گفتند به تعداد 100 تن بیدن، فعلا بالای 180 160 نفر اینجا از بخش خانوما به صنف اشتراک کردن. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در دیدار با بزرگان ولسوالی اوبه تاکید کرد که انکشاف و توسعه زیربناهای ولسوالی های شرقی این ولایت در صدر توجه مقام ولایت قرار دارد. آقای رحیمی در ادامه تاکید ورزید که پیشرفت کار مرحله نخست آسفالت جاده هرات چشت قناعت بخش بوده است. او در ادامه افزود مرحله دوم ساخت جاده هرات چشت نیز به داوطلبی گذاشته شده و به زودی آغاز خواهد شد. ریاست امور زنان ولایت غور نسبت به ناامنی در این ولایت به ویژه در ولسوالی های دوردست ابراز تأسف کرده و گفته است که به همین دلیل نمیتوانند پرونده های خشونت علیه زنان را دریافت و رسیدگی کنند. حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 113 مورد خشونت علیه زنان در این ریاست به ثبت رسیده است. خانم پرستش تاکید کرده است که به دلیل ناامنی تنها به آمار رسیده از شهر فیروزکوه در مرکز و دو ولسوالی دولتیار و لعل و سر جنگل دسترسی دارند و ولسوالی های دورتر آمار مشخصی ندارد. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه از آغاز عملیات پاکسازی ولسوالی جوین این ولایت خبر داد و گفته آقای محب این عملیات روز گذشته با فرماندهی فضل احمد سروری فرمانده پلیس این ولایت کلید خورده است. سخنگوی پلیس فراه در ادامه افزود 5 فرد مرتبط با پیکارجویان طالب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. او در ادامه تاکید کرد نیروهای امنیتی چندین حلقه ماین پیکارجویان طالب را کشف و خونسا کردند. اتحادیه زعفرانکاران افغانستان از شناخته شدن زعفران این کشور با عنوان با کیفیت ترین فراورده زعفران در دنیا خبر داد. در اعلامیه این اتحادیه آمده است این برآورد توسط مؤسسه زایقه بلژیک انجام شده. زعفران افغانستان در مقایسه با دیگر کشورهای نامدار در این حوزه بالاترین رده فهرست را از آن خود کرده است. مؤسسه زایقه همچنین گفته است از میان 430 تن زعفران تولید شده در جهان 8.15 تن از آن سهم افغانستان است. شایان ذکر است این هشتمین سال متوالی است که طلای سرخ افغانستان جایگاه خود را در صدر فهرست حفظ کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن به حضور نظامیش در افغانستان ادامه میدهد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی شمار نیروهای این کشور در افغانستان را کاهش خواهد داد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست مشترک با مارک میلی رئیس کمیته مشترک از ستاد ارتش آمریکا گفته است تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که افغانستان بار دیگر به لانه امن دهشت افکنان مبدل نخواهد شد، نیروهای آمریکایی در آن کشور باقی خواهند ماند. هفته یک گذشته رسانه های آمریکایی خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی شمار نیروهای این کشور در افغانستان را کاهش خواهد داد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا چند پیش نیز گفته بود که با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان مشکل ندارد. او گفته بود که می‌خواهد در صورت امضا شدن توافقنامه صلح و یا بدون آن شمار سربازان آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواسته‌های اساسی پیکارجویان طالب در مذاکرات صلح میان ایالات آمریکایی و رهبری از زلمه خلیلزاد و نماینده‌های این گروه بوده است. سوهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی پیکارجویان طالب در قطر دیروز در حساب توییترش نگاشته است که مذاکرات بین الافغانی در صورتی آغاز می شود که توافقنامه خروج تمامی سربازان خارجی از افغانستان با ایالات آمریکایی امضا شود. اما حکومت افغانستان بر برقراری آتش‌بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید می کند. قابل یادآوری است که این دو موضوع محور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی در سفر اخیر او به کابل را نیز
تشکیل میداد. یک گروه بانوان ماینروب در ولایت بامیان برندگان جایزه بین المللی و معتبر کنترل اسلحه شدند. این گروه شامل 20 خانم است که در میان 9 گروه دیگر از بخش‌های مختلف جهان برنده این جایزه شناخته شدند. شایان ذکر است این جایزه به نهادهای تعلق می‌گیرد که از طریق یک امتیازدهی آنلاین بیشترین رأی را از آن خود کنند. این گروه نخستین گروه ماینروب زن در افغانستان است که از 2 سال گذشته تا کنون در بامیان فعالیت خود را آغاز کردند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین اظهارات خود از پیکارجویان طالب خواست تا مذاکرات صلح با دولت این کشور را آغاز کند. سرور دانش بار دیگر بر موضوع دولت در مذاکرات صلح پافشاری کرده و گفته است آغاز مذاکرات صلح باید به کاهش خشونت ها و برقراری تشبث میان طرفین منتهی شود. آقای دانش بار دیگر تیغ انتقاد را بر گردن پیکارجویان طالب قرار داده افسود در جریان یک سال گذشته این گروه نشان داده است که هیچ اراده سیاسی برای تحقق صلح ندارد. ریاست معارف ولایت پروان از افتتاح سالن کنفرانس لیسه نسوان نمبر 1 گلبهار در این ولایت خبر داده است. این سالن با مجموعه هزینه 20,000 دلار در مدت زمان 1 سال و در ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان ساخته شده است. عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در مراسم افتتاحیه این سالن گفت در گذشته امید به تحصیلات در افغانستان وجود نداشت، اما اکنون زمینه‌های آموزش به صورت کامل فراهم شده است. آقای حکیم در ادامه اظهارات خود از دانش آموختگان خواست تا در فراگیری علوم و فنون عصر حاضر تمام تلاش خود را انجام دهند. بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی، زرقا یفتلی فعال حقوق زنان در افغانستان توانسته جایزه بین‌المللی NPS در بخش برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد را از آن خود کند. خانم یفتلی ضمن بازنشر این خبر در صفحه فیسبوکش جایزه NPS همساله به چندین نفر از فعالان حقوق زن در حوزه‌های صلح و امنیت و تدوین قوانین مدنی اهدا می‌شود. در فهرست برندگان این جایزه 11 نفر دیده می‌شوند که همگی برای حل مناقشات و پیشگیری و همچنین فراهمسازی زمینه‌های برقراری صلح فعالیت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است روند بازشماری آرا در تمام ولایت‌های افغانستان به پایان رسیده و امروز در مورد زمان اعلام نتایج تصمیم گیری خواهد شد. این در حالی است که به گفته حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات روند جمع‌بندی نتایج در 2 ولایت در مرکز ملی جمع‌بندی کماکان جریان دارد. این در حالی است که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تاکید کرده که بازشماری آرا در 27 ولایت بدون حضور ناظران این دسته انجام شده و پر از تقلب است. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از کشور ایران خواسته است که به تمامی تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند بماند. نخست وزیر ژاپن همچنان در این دیدار از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته که نقشی سازنده در برقراری صلح و ثبات در منطقه ایفا کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این کشور دیدار کرد. نخست وزیر ژاپن در آغاز این دیدار به حسن روحانی گفته امیدوار است که ایران به تعهدات خود در توافقنامه اتمی پایبند بماند
و نقشی سازنده در برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه ایفا کند. شینزو آبه گفت: ما از ایران می‌خواهیم که نقش سازنده و مهم برای استقرار صلح در منطقه خاورمیانه بازی کند. یک موضوع را باید بیان کنم، این که ایران در این راستا تنها نیست و ما همچنان در کنار این کشور هرچی در توان داریم برای تضمین صلح در خاورمیانه به کار خواهیم برد. این اظهارات از سوی نخست وزیر ژاپن در حالی مطرح می شود که ایران در 4 مرحله مختلف از تعهدات خود در برجام عبور کرده. اقدامی که با واکنش منفی کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام روبرو شده است. مقام های ایران می گویند کاهش تعهدات برجامیشان در واکنش به خروج آمریکا از این توافق و برگرداندن تحریم های صورت گرفته است. شینزو آبه پیش از این بارها بر تلاش ژاپن برای ایفای نقش فعالتر در کاهش تنش ها در خاورمیانه و حل بنبست هسته‌ای بین تهران و واشنگتن تأکید کرده و این دهمین دیدار وی با حسن روحانی خواهد بود. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنش ها بین ایران و آمریکا تشدید شده و سرنوشت توافق هسته‌ای نیز که آمریکا سال گذشته از آن خارج شد در ابهام قرار دارد. دونالد ترامپ پس از بازگرداندن تحریم‌ها به 8 کشور در مدت 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت ایران را به طور محدود ادامه دهند که ژاپن نیز از جمله این کشورها بود. ژاپن از متحدان آمریکاست و با ایران نیز روابط خوبی دارد. با این حال پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ژاپن که عمده‌ترین مشتری نفت ایران بود، خرید نفت از تهران را متوقف کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که میزان صادرات نفت مهمترین منبع درآمد این کشور است که به شدت کاهش یافته است. با این همه این نخستین سفر خارجی حسن روحانی پس از سرکوب اعتراض‌های ماه گذشته در ایران است که در اعتراض به 3 برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد. و ما از جهان فناوری. سازمان رگولاتوری تنظیم رقابت در فرانسه جریمه 150 میلیون یورویی برای گوگل تعیین کرده است. این سازمان دلیل جریمه شدن گوگل را سوء استفاده این شرکت از تسلطش در بازار تبلیغات آنلاین اعلام کرده است. سازمان تنظیم مقررات در فرانسه جریمه 150 میلیون یورویی که معادل 166 میلیون دلار می شود برای گوگل تعیین کرده است. دلیل این جریمه سوء استفاده گوگل از سلطه‌اش در بازار تبلیغات آنلاین اعلام شده است. این سازمان اعلام کرده است که گوگل از خریداران تبلیغات بر اساس کلیدواژه‌ها سوء استفاده کرده است. گفته می شود روش‌هایی که در پلتفرم گوگل ادز استفاده می شوند مبهم بوده و درک آنها کار مشکلی است. سازمان رگولاتوری تنظیم رقابت در فرانسه به گوگل دستور داده است تا قوانین مربوط به تبلیغات و همچنین فرایندهای مربوط به فریز کردن حساب‌های مشتریان را شفاف کند تا از تعلیق غیر منصفانه حساب‌های آنها جلوگیری شود. این جدیدترین حلقه زنجیره‌ای جریمه کشورهای اروپایی علیه گوگل است. این شرکت در قاره اروپا در کسب و کار موتور جستجو با رقابت اندکی روبرو است. گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که درخواست بررسی این مسئله را خواهد کرد. همچنین این شرکت معتقد است سیاست‌های تبلیغاتیش برای حمایت از مشتریان در قبال تبلیغات سودجویانه ساخته شده است. این جریمه نیز در حقیقت از شکایت شرکت مشاوره آنلاین جیب میدیا آغاز شده است. گوگل در سال 2015 میلادی حساب تبلیغاتی این شرکت را معلق کرد. اکنون توجه کنید به یک خبر از مبارزان راه حفاظت از محیط زیست. کنشگران محیط زیست استرالیا به طور موقت یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سیدنی را بستند و خواستار اقدام جدی دولت این کشور در قبال وضعیت اضطراری تغییرات آب و هوایی شدند. گروهی از آنها در حالی که لباس‌های مناسب کریسمس به تن داشتند، خود را به زمین چسبانده بودند. این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که چند پیش در ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا در پی گسترش آتش‌سوزی‌ها و نبرد حدود 2000 آتش‌نشان با شعله‌های آتش در 100 منطقه این ایالت یک وضعیت اضطراری را 7 روزه اعلام کردند.
در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. رونق زراعت در هرات. رئیس زراعت میگوید رشد زراعت و دامداری در سال جاری چشمگیر بوده است. نزدیک به 2000 جریب باغ‌های جدید تأسیس میوه و پستک داشتیم که از آدرس پروژه و برنامه اداره زراعت تطبیق شده. علاقه‌مندی زنان هراتی به رانندگی. با وجود چالش‌های اجتماعی، آمار متقاضیان اقصا جواز رانندگی افزایش یافته است. بخش خانوما تقریبا نسبت به سالهای قبل بیشتر شده، شوق و علاقه زیادی دارند. آغاز عملیات نظامی در فراه. پلیس میگوید این عملیات به هدف سرکوب و پاکسازی دشمن از ولسوالی ها راه اندازی شده است. اظهارات تازه در مورد سربازان خارجی. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به حضور نظامیش در افغانستان ادامه میدهد. و خبر دیگر این که نخست وزیر ژاپن از ایران خواست تا به تمامی تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد. ما از ایران میخواهیم که نقش سازنده و مهم برای استقرار صلح در منطقه خاورمیانه بازی کند. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید. ممنون از همراهیتان. به خبرهای این ساعت وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.